قاسم سلیمانی سالها فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سپاه یک سازمان قدرتمند نظامی است که نفوذ عمیقی در خاورمیانه دارد. در تمام دوران خدمتم، قاسم سلیمانی یکی از مهمترین دشمنان شکست ناپذیر من در دولت آمریکا بود. چشمانداز بی‌نظیری داشت و تمام فعالیت‌هایش استثنایی بود. برای عقب راندن نیروهایی که تلاش می‌کردند ایران را تضعیف کنند، بسیار مبتکر و باهوش برنامه‌ریزی می‌کرد. در دوران مسئولیت او، فرماندهی سپاه قدس نفوذ عجیبی در تصمیمات تهران داشت. ژنرال سلیمانی چهره مقاومت ایران مقابل وهابیت بود. وهابیتی که دشمن موجودیت ایران و اسلام شیعی است. در باور انسان‌های زیادی او هنوز هم زنده است. It would have been a wonderful thing had Qasem Soleimani. راستشو بخواین خیلی جالب میشه اگه تهش بتونیم قاسم سلیمانی رو از بین ببریم. باید اعلام کنم ارتش آمریکا تونست عملیات موفقی انجام بده علیه خطرناکترین و بزرگترین تروریست دنیا، یعنی قاسم سلیمانی. ارتش آمریکا اون رو ترور کرد. قاسم سلیمانی تا کنون شهروندان، سربازان و پرسنل زیادی از دولت آمریکا رو کشته و دستش به خون اونها آغشته شده. ما اون رو دستگیر کردیم و به سزای عملش رسوندیم. دستگاه دیپلماسی و سازمان‌های امنیت ملی آمریکا همیشه مراقب تروریست‌ها هستند و به طور جدی علیه اونها کار می‌کنند. ما پیداشون می‌کنیم و دستگیر می‌شن. و گروهی تندرو زیر نظر اونها به نام نیروی قدس که تحت فرماندهی قاسم سلیمانی بودن، بسیاری از شهروندان و دیپلمات‌ها و سربازان آمریکایی رو نابود کردند. تهاجم نسبت به پایگاه‌های نظامی آمریکا، حمله موشکی به پایگاه‌های ما در عراق و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به سفارت آمریکا در بغداد مثال‌هایی از این اقداماتی که با هدایت، نظارت و فرماندهی قاسم سلیمانی صورت می‌گرفت. کاری که آمریکا دیشب انجام داد، باید مدت‌ها قبل انجام می‌شد. اون وقت زندگی‌های بیشتری نجات پیدا می‌کردند. ما دیشب اقدامی رو برای جلوگیری از جنگ انجام دادیم، نه اینکه کاری کنیم در راستای شروع یک جنگ. We did not take action to start a war. President Trump said killed a lot of. رئیس جمهور ترامپ گفت سلیمانی تعداد زیادی آمریکایی رو کشته. He's a bad. مرد بدی بود و به این خاطر اون رو کشتیم. He's bad. او بد بود. Where were the men? انسان هایی که سلیمانی کشته کجا هستند؟ Did he kill him in New York? آیا او کسی رو در نیویورک کشت؟ Did he kill him آیا کسی رو در کلرادو، کالیفرنیا یا فلوریدا کشت؟ Where did he kill them? پس این آدم ها رو کجا کشته؟ He killed them in Iraq. اونها رو در عراق کشت؟ What the hell were you doing in Iraq? ما در عراق چه غلطی میکنیم؟ Oh, for you to come. چه کسی از شما خواست برید اونجا؟ No, you got to listen, man. نه، تو باید گوش بدی مرد. That man was no terrorist. قاسم سلیمانی تروریست نبود. He was killing members of an occupying. او اعضای ارتش اشغالگری رو کشت که سرزمین عراق رو تصرف کردند. مثل یک برادر از داخل ایران تلاش کرد تا عراقی ها رو از شر یک ارتش اشغالگر خلاص کنه. Of an occupying army. Now I'm naming you. And I got weight with God. به خدا سوگند شما رو یک ارتش اشغالگر میدونیم. What are you doing in the Middle East? شما در خاورمیانه چه غلطی میکنید؟ Soldiers everywhere. Who sent? سربازان آمریکا همه جا هستن. چه کسی به فکر اون خواست؟ شکی نیست که سلیمانی هم در طول زندگی و هم پس از ترورش اسطوره محسوب میشه. 22 سال فرماندهی نظامی سپاه قدس زمان بسیار طولانیه برای تصدی یک مسئولیت در حکومت ایران. نکته مهم درباره شخصیت سلیمانی اینه که در چند دهه اخیر به فرماندهی تبدیل شده بود که تونست استراتژی ایران رو در منطقه برنامه‌ریزی کنه. به جرأت میگم سلیمانی تأثیرگذارترین فرد در اجرای این سیاست ها بود.
در دهه گذشته هر اقدامی که ایران در عراق، سوریه، لبنان، یمن و غزه انجام داد همه با برنامه و حمایت سلیمانی بوده. ایران درباره هدف قرار دادن و زدن دارایی‌های خاص ایالات متحده به عنوان انتقام بسیار جسور صحبت می‌کنه. این یک هشداره که اگه ایران به آمریکا یا دارایی‌های آمریکا حمله کنه، ما 52 سایت ایرانی رو هدف قرار میدیم. سایت‌هایی که برای ایران و فرهنگ ایرانی بسیار مهمه. اگه تهران به آمریکا حمله کنه، بسیار سریع و سخت مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ایالات متحده برای زدن به تهدیدی بیش از این نیاز نداره. بسیار مفتخرم که اینجا حضور دارم. امشب 5 ژانویه 2020 قرار نیست در کتاب‌های تاریخ به امشب برگردیم. ما کشوری رو می‌بینیم که رئیس جمهورش تهدید بمباران 52 سایت از جمله سایت‌های فرهنگی رو توییت می‌کنه. برای همین تصمیم جان جوانان کشور رو به خطر میندازه و اونها رو به سراسر جهان میفرسته. مردم نمیدونن آیا این بمب‌ها بر سر فرزندانشون آوار خواهد شد یا نه. من فرزندانم رو عاشقانه دوست دارم. از همه شما میخوام جهان بهتری برای فرزندانمون به وجود بیاریم. به خاطر کودکان باید در انتخابات 2020 شرکت کنیم و از همه کسانی که میشناسیم عاجزانه بخوایم در انتخابات 2020 شرکت کنن تا این آدم رو کنار بذاریم. رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که 52 نقطه از ایران را بمباران می کند. متاسفانه در سالهای گذشته ما عنصر بازدارندگی و اراده آمریکایی را از دست داده ایم. پهباد 130 میلیون دلاری ما را ساقط کردند، ولی پاسخ مناسبی به آنها ندادیم. تولید نفت جهانی 5% کاهش پیدا کرد. هر روز به یکی از کشتی‌ها و سربازان ما حمله می شود و مشکلاتی از این دست. این چالش ها موجب شد پرزیدنت ترامپ این تصمیم را بگیرد تا بازدارندگی و قدرت ما را اثبات کند. اما مسئله مهم اینجاست که ایران در پاسخ چه اقدامی خواهد کرد؟ آیا جرأت می کنند با موشکای ایرانی به پایگاه ها، سفارتخانه ها یا کشتی های ما شلیک کنند یا همچنان از نیروهای نیابتی خود استفاده می کنند؟ مغز متفکر نظامی ایران که در مرکز توجهات جهانی بود، به نظر می رسید از هر فرد همتراز خودش در ارتش ما قدرت بیشتری داشت. نمی خوام درباره ماهیت این تهدید صحبت کنم، اما مردم آمریکا باید بدونن تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای حذف قاسم سلیمانی از میدان نبرد بدون شک جان آمریکایی‌ها رو نجات داد. او فعالانه در منطقه توطئه می‌کرد و به گفته خودش جان ده‌ها یا صدها آمریکایی رو به خطر انداخته بود. رئیس جمهور این اختیار رو نداره که درباره جنگ با ایران تصمیم بگیره. اگه ترامپ میخواد سربازهای آمریکایی رو در خاورمیانه افزایش بده و در دراز مدت به دشمنی بین دو کشور دامن بزنه، دولت او نیازمند موافقت کنگره و مردم آمریکاست. اونها به تنهایی نمیتونن این کار رو انجام بدن. تصمیم رئیس جمهور موقعیت سخت و خطرناک فعلی ما رو در خاورمیانه بدتر میکنه. خطر درگیری نظامی طولانی مدت در خاورمیانه بسیار شدید و فوریه. همه ما به یاد داریم ترامپ قول داد جنگ‌های بی انتها رو تموم کند. غم‌انگیزه وقتی می‌بینیم اقدامات او ما رو در مسیر جنگ دیگه ای قرار داده، جنگی که احتمالاً بدتر از قبلی هست. من از مدت ها قبل میگم جنگ با ایران باعث میشه جنگ عراق و حتی جنگ افغانستان مثل یک پیکنیک به نظر بیاد. این جنگ بسیار پرهزینه تر خواهد بود، اون هم به پشتوانه دلارهایی که شهروندان آمریکایی به عنوان مالیات میپردازن و جان آمریکایی ها که برای درگیری ها هزینه میشه. فکر نمی کنم مردم آمریکا بخوان وارد جنگ با ایران بشن. در حقیقت شما نمیتونید یک جنرال مهم رو با ترور حذف کنید. هدف شما با این روش اصلاً به نتیجه نمیرسه و در آینده هم به نتیجه نخواهد رسید. اگه در طول 20 سال گذشته هیچ چیز از خاورمیانه یاد نگرفته باشیم، این درس رو گرفتیم که حذف یک آدم بد
ایده خوبی نیست، مگر اینکه برای عواقب این کار آمادگی داشته باشید. فکر میکنم برای نیویورکی ها مهمه که بدونن امروز با خطری مواجهیم که نسبت به خطرات و تهدیدهای قبل متفاوت و بزرگتره. ما آمادگی لازم رو نداریم. سلیمانی از افراد برجسته حکومت ایران بود. بنابراین شکی نیست که ایران به این اقدام پاسخ میده. ایرانی ها بعد از انتقام دادن. این تصمیم باعث افزایش تنش ها شد. با توجه به مجموع اقدامات تهدیدآمیزی که ترامپ انجام میده، تهدید و احتمال جنگ با ایران و خطر برای آمریکایی ها افزایش پیدا کرده. جنرال سلیمانی چهره سرشناس مقاومت در برابر آمریکا در منطقه بود. از سالهای قبل آمریکا حضور جدی در عراق و افغانستان داشت. دو کشوری که مرزهای مشترک طولانی با ایران دارند. محور مقاومت او را به فرماندهی قبول داشت. تمام اقدامات سپاه قدس را هماهنگ می‌کرد و از تمام توان این سازمان استفاده می‌کرد که برای آمریکا دردسر درست کند. در این مسیر پیوند محکمی با حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شیعیان بحرین و نیروهای بسیج مردمی عراق برقرار کرد. جنرال سلیمانی انسان بسیار متعهدی در امور نظامی بود. در چند دهه گذشته اتفاقهای موفقی را در امور سیاسی و نظامی ایران و منطقه رقم زد. قاسم سلیمانی نقشی معادل فرمانده سیا داشت. رئیس فرماندهی مرکز ایالات متحده، رئیس فرماندهی عملیات ویژه و فرستاده ویژه منطقه‌ای بود. همین یک نفر معادل همه اونها بود. جنرال سلیمانی مدت هاست یکی از عناصر کلیدی در عراق، در واقع در تمام منطقه مسئول عملیات های نظامی خارجی و تا حدی عملیات های سیاست خارجی ایرانه و خیلی تلاش میکنه. اغلب موفق میشه که قدرت ایران رو در سوریه، لبنان، غزه، حتی افغانستان و عراق به اثبات برسونه. سال 2008 پیامی برای جنرال پتراوس در عراق فرستاد و گفت حواست باشه، من مسئول این سیاست ها هستم. سفیر بغداد یکی از افراد منه و اگه عوض بشه سفیر بعدی هم یکی از افراد من خواهد. سلیمانی وظیفه مهمی داره، در واقع مسئول مهمترین سیاست های خارجی ایرانه. جنگ در تکریت فقط بخشی از نبردیه که میخواد پیروز بشه. جنرال سلیمانی شخصیت به شدت قدرتمندی داره. این مرد در ایران به عنوان قهرمان شناخته میشد و بسیار شجاع بود. وقتی داشتی درباره‌اش حرف میزدی به این فکر میکردم که آیا او کسی شبیه شارل دوگل رهبر فرانسه است؟ نه، سلیمانی بزرگتر از هر شخصیتی بود. بعد از رهبر معظم خامنه ای و شاید رئیس جمهور، فقدان او از هر کسی بزرگتره. مردم سلیمانی رو انسانی فوق‌العاده شجاع می‌دونستن. سربازانش دوستش داشتند و مغز متفکر سیاست‌های ایران در سوریه و عراق بود. وقتی جنرال پتراوس جنگ عراق رو فرماندهی می‌کرد، به من گفت سلیمانی دشمن درجه یکی اونه. این مرد کسی بود که جنرال‌های آمریکایی با تمام قدرت با اون می‌جنگیدند. او به تنهایی تناب دار رو به گردن اسرائیل انداخته بود. سوال اساسی ما اینه که چرا نمیتونیم سیستم دفاع موشکی رو به ایران تحویل بدیم؟ چون اسرائیل نگران میشه. توف به روی اسرائیل. به اسرائیل چه ربطی داره؟ این سیستم ضد موشکیه. دفاع ضد موشکی یه دفاع طبیعی برای هر کشوریه. اینکه اسرائیل درباره چی صحبت میکنه اصلا نمیفهمم. همه چیز در یک جمله خلاصه میشه. نباید به سمت اسرائیل رفت. این سیستم موشکی زمین پایه نبود. برای همین باید کمتر به اسرائیل توجه کرد. اسرائیل یک کشور مهاجمه که قلمرو به کشورهای همسایه رو تصاحب میکنه. ایران تا امروز علیه چه کسی وارد جنگ شد؟ ما هم با ایران رابطه داریم و هم با اسرائیل. به این نکته مهم توجه کنید. شما میدونید سلیمانی چه کسی بود؟ کسی که خلبان ما رو نجات داد.
سال 2015 وقتی ارتش ترکیه دوستان و هموطنان ما رو تک و تنها در آسمان هدف گرفتند، ژنرال سلیمانی بود که اونها رو نجات داد. یا در عملیات دیگه‌ای نجات خلبان ما رو شخص سلیمانی مدیریت کرد. در این عملیات 8 نظامی حزب الله حضور داشتند، همون کسانی که آمریکا تروریست معرفی میکنه. سال 2016 سلیمانی بود که خلبان ما رو نجات داد. اما یادتون هست اسرائیل چیکار کرد؟ زیر هواپیماهای ما پرواز کردند و موجب شدن دفاع ضد هوایی سوریه هواپیمای ما رو هدف قرار بده. نظر شما چیه؟ چطور فکر کنید این دو اتفاق برای ما مثل هم هستند؟ 12 افسر ما به خاطر اسرائیل کشته شدند. نقش ایران در جنگ چچن چه بود؟ شما فکر میکنید روسیه باید فقط طرف ایرانو بگیره؟ ما خیلی وقت با ایرانی‌ها در سوریه مقابل تروریست‌ها ایستادیم. چند ساله که با هم در یک جبهه می‌جنگیم. به جز ایرانی‌ها چه کسی حاضر بود در زمین سوریه بجنگه؟ ایران حزب الله رو سازماندهی کرد و همینطور واحد نیروهای ویژه سوریه، یعنی نیروهای تایگر و همه سربازها رو. بیش از هر چیز دیگه‌ای آمریکایی‌ها فقط حرف زور رو می‌فهمند. دیدیم در عین الاسد چه اتفاقی افتاد. ایران قدرتش رو به اونها نشون داد و قضیه تموم شد. او پدر معنوی گروه‌های شیعه و فرمانده ایران در خاورمیانه بود. در مطبوعات ایرانی سلیمانی رو نفر دوم ایران می‌دونن. قاسم سلیمانی در منطقه تبدیل به یک سلبریتی شد. بعضی می‌گفتن او شبیه شون کانری بازیگر نقش جیمز باند. ادعی حتی به اون لقب ناپلئون داده بودن. آمریکا باید به خاطر ترور ژنرال سلیمانی نگران متحدانش باشه و متحدانش هم نگران این اقدام آمریکا هستن. حتی دشمنان آمریکا هم بابت این رفتار ترامپ نگران شدن. وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی این ترور آمریکا رو احمقانه خوند. از طرف دیگه مقامات آمریکایی تلاش میکنن چین رو قانع کنن برای اینکه بگن ترور سلیمانی کار درستی بوده. این ماجرا فقط ترس متحدان نیست، بلکه دشمنان آمریکا و رقبای آمریکا هم شگفت زده شدن. ترسیدن و نگرانن که چه خواهد شد. این اتفاق چه صدماتی خواهد داشت؟ چه عواقبی در منطقه و در تمام دنیا خواهد داشت؟ پرزیدنت دونالد ترامپ، بدترین فرمانده کل قوا در زمینه ایجاد امنیت برای ملت آمریکا بود. هنوز هم عواقب ترور ژنرال سلیمانی را می‌بینیم. متاسفانه این اتفاق‌ها بخشی از استراتژی بزرگتری است که ترامپ در دوره ریاست جمهوری اتخاذ کرد. ما رئیس جمهوری داریم که نشان داده هیچ برنامه استراتژیکی کلانی ندارد و به واسطه رهبری او و سیاست فشار حداکثریش ایران تبدیل به رژیم خطرناکتر و بانفوذتری در منطقه شده است. اقدامات ترامپ علیه ایران جدی و خطرناک بود. اول از بین بردن برجام که مورد توافق همه بود. این کار ترامپ نقض قوانین بین الملل بود، چون برجام توافقی بود که توسط شورای امنیت سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. ولی ترامپ گفت باشه، من نمیخوامش. این دستپخت یکی دیگه است. البته که این اقدام تنش روابط با ایران را افزایش داد و طبق پیشبینی ها تا حالا با واکنش های بسیار ملایمی مواجه شده، تا اینکه به قتل ژنرال سلیمانی رسید. این کار به شکل گسترده‌ای در آمریکا تحسین شد و اقدام به شدت خطرناکی بود، چون این اتفاقی در جنگ جهانی دوم و حتی جنگ سرد رخ نداد. مثل اینکه ایران تصمیم بگیره مایک پومپئو و یکی از فرماندهان رد بالای همراهش رو در فرودگاه بین‌المللی مکزیکو سیتی به قتل برسونه. ما این اقدام رو بسیار جدی می‌گرفتیم. این همون چیزی بود که در ارتباط با سلیمانی رخ داد. خب چی شد؟ به کدوم پیروزی دست پیدا کردیم؟ چه نتیجه ای حاصل شد؟ حفظ جان آمریکایی ها، این استدلالیه که مطرح شده. تو قبول نداری؟ دو ماه پیش سلیمانی کنار ما علیه داعش، القاعده و نصرت می جنگید. دست بردارید از این حرفا. چطور ممکنه این مرد در همین مدت کوتاه از هیولا به همپیمان تبدیل شده و دوباره هیولا بشه؟
بازرس سازمان ملل این سوء قصد رو یک اقدام غیرقانونی معرفی کرد. گزارش ویژه سازمان ملل درباره قتل‌های فراقانونی در گزارشی نوشت: با در نظر گرفتن دلایل و اسنادی که آمریکا در ارتباط با ترور قاسم سلیمانی و همراهانش ارائه کرده، به نظر میرسه این یک قتل دلخواهانه بوده و قاعدتاً تحت تعقیب قانون بین‌المللی حقوق بشر قرار میگیره و آمریکا مسئولونه. این حمله با همه حملات پهپادی که آمریکا در اون دخیل بود فرق داره، چون یک شخصیت ارشد نظام ایران رو هدف قرار داده. هر قدر از پیشینه فعالیت‌ها و حملات ادعایی اون علیه آمریکا و کشورهای دیگه بگید، باز هم اون یک شخصیت ارشد نظامیه و ما زمانی رو کشتیم که در حال جنگ با ایران نبودیم. پس این یک اقدام جنگی علیه ایران و بر اساس تعاریف دیگه یک اقدام تروریستیه. امروز سراسر جهان جای خطرناکتری نسبت به دیروزه. وقتی ساعت 3 بامداد از ماجرا مطلع شدم، توییت زدم که دروازه‌های جهنم باز شد. اما خطر فقط در خلیج فارس نیست. اکنون در سرزمین‌های شام هم خطر وجود داره. در اسرائیل، فلسطین، لبنان و سوریه. با وجود پیچیدگی عملکرد گروه‌های حاضر در این منطقه، شاید اونها راه کشنده و مرگباری را انتخاب کنند. سربازان محور مقاومت در زمینه موشکی بر اساس یک منطق راهبردی مشخص و معتقد عمل می کنند. به ویژه پس از کشته شدن ژنرال قاسم سلیمانی، او برای بسیاری از گروه‌های مقاومت نماینده رهبر معظم انقلاب بود که مرجع تقلید بسیاری از مسلمان هاست. یعنی زنجیره فرماندهی از سلیمانی به رهبر معظم و از او به خدا بست می شود. کشتن ژنرال قاسم سلیمانی خدشه‌ای به این بخش از فرماندهی وارد نکرد. شبه نظامیان و گروه‌های نیابتی متحد ایران در عملیات‌ها نشان دادند نظم بسیار بالایی دارند. آنها با منطق راهبردی ایران کاملاً هماهنگند. واقعاً خیره کننده است. ممکن است بعد از شکست ترامپ در انتخابات ایرانی‌ها بخواهند رد چکمه خود را پشت شلوار ترامپ جا بگذارند و برای تلافی همه کارهایی که کرده به خدمتش برسند. بسیاری از فرماندهان ارتش گفتند عملیات‌های طرف جویانه ی آمریکا حتما ارتش رو هدف قرار میده. طبیعیه، چون این ارتش آمریکا بوده که قاسم سلیمانی رو ترور کرد. اگه به تاریخ نگاه کنید میبینید ایران از پس خودش برمیاد و میتونه تلافی کنه. خطرناکترین تهدید برای ارتش آمریکا حداقل در سالهایی که من در پادگان بودم انفجار انتحاری سال 1983 بیروت بود. این ماجرا یکی از بدترین اتفاقاییه که تا امروز برای ارتش افتاده. مسئولیت این انفجار رو حزب الله لبنان به عهده گرفت که یکی از چند متحد ایران در تمام خاورمیانه است. این انفجار باعث کشته شدن حدود 242 نفر از ارتش آمریکا شد که تلفات سنگینی محسوب می‌شد. پس ببینید ایرانی‌ها توانایی پاسخگویی و تلافی دارند، همونطور که قبلا هم داشتن. گرچه نیرو و قدرت نظامیشون غیر قابل مقایسه با قدرت نظامی آمریکاست، اما اونها به هر حال توانایی و قابلیت دارن که حمله های تروریستی رو مهار کنن، همونطور که قبلا نشون دادن این کار رو انجام دادن و مقابل تهدیدهای نظامی پاسخگویی مناسبی داشتند. جاهای زیادی وجود داره که همپیمانان و متحدان ایرانی این انتقام رو اجرا کنن. عراق گزینه اولی که ممکنه این اتفاق در اونجا بیفته، ولی جاهایی مثل لبنان، بحرین و هر جایی که مزدوران ایرانی وجود داشته باشن خطر انتقام هم هست. این اقدام برای امنیت ملی کشور ما واقعا خطرناکه.
بالاترین مقام ایالات متحده یعنی رئیس جمهور کشورها رو مجبور میکنه در شرایط جنگ با آمریکا قرار بگیره. این کار رو قبلا با کره شمالی انجام داده. پس این آدم رئیس جمهور خطرناکیه. این اتفاق تندروها رو در ایران قدرتمندتر از قبل میکنه. قاسم سلیمانی نه تنها به رهبر ایران خیلی نزدیک بود، بلکه شخصیت بسیار محبوبی در ایرانه. او به عنوان یکی از قهرمانان جنگ 8 ساله ایران شناخته میشه و در سالهای بعد به عنوان قهرمانی که شیعیان منطقه رو نجات داده. ترور ژنرال سلیمانی باعث میشه مردم بیشتری به سمت فراخوان جنگ و جناح تندرو در ایران برن. نکته مهم این که بعد از این اتفاق نمیتونیم تصور کنیم ایران از عراق خارج بشه. یعنی عملا این اتفاق موجب شد حضور ایران در عراق تثبیت بشه. خیلی بدیهیه که عراقی ها از آمریکا نخوان عراق رو ترک کنن و طبعا ایران جای اونها رو میگیره. در حمله شب گذشته رژیم ایران هیچ آمریکایی آسیب ندید. نیروهای عالی رتبه نظامی ما برای هر چیزی آماده‌اند. به نظر میرسه ایران داره تنش‌ها رو کم میکنه و این کار اقدام خوبی برای همه طرفایی که نگرانند و اقدام بسیار خوبی برای جهانه. خیلی عجیبه که ترور ژنرال سلیمانی در آمریکا بسیار مورد تحسین قرار گرفت. من نشون داد تفکر داخلی آمریکا چقدر افراطیه و ثابت کرد آمریکا یک دولت یاغیه که هیچ کاری با قوانین و تعهدات بین‌المللی نداره و هر کاری بخواد انجام میده. دنیا هم اینو پذیرفته، ولی در حقیقت این اقدام تنش‌ها رو بیشتر می‌کنه. خیلی خوشحالم که به شما اطلاع میدم. مردم آمریکا باید بسیار سپاسگزار و خوشحال باشن. هیچ آمریکایی در پی حمله دیشب ایران آسیب ندیده. ما متحمل هیچ تلفاتی نشدیم. ساعت 11 شب اولین گروه از 5 موشک بالستیک به درون پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق اصابت کرد. این پیامدهای بعدی حمله بود. اتاق خوابها خاکستر شدند. بقایای ویران شده که مرکز عملیاتی پهپادها بود هنوز کار میکنه. سربازانی که در جنگ‌های زیادی حضور داشتن میگن این بزرگترین حمله‌ایه که تا حالا دیدن. توی 16 سال خدمتم در ارتش هیچ وقت با چنین حمله بزرگی از طرف دشمن مواجه نشده بودم. حالا میدونیم تعدادی از اعضای خدمات نظامی دچار آسیب تروماتیک مغزی شدن. این حرف در برگیرنده هر چیزیه، از آسیب‌های ملایم تا آسیب جدی که میتونه بر بینایی، ادراک و تعادل فرد اثر بگذاره. در پی حملات و با پیگیری گزارش‌هایی که از سربازان آسیب دیده ارائه شد، رئیس جمهور در توجیه آسیب‌ها گفته شنیدم تعدادی از سربازها دچار سردرد شدند. به شما گزارش می‌دهیم که آسیب‌ها زیاد جدی نیستند. با بله یا خیر به من پاسخ بدید آقای پومپئو، آیا آسیب مغزی جدی هست یا نه؟ بله. من هم بر این باورم. من یک کهنه سرباز نسل سوم هستم که اعضای خانواده‌ام در شرایط بسیار خطرناکی خدمت می‌کنند. من با ویرانگری چنین جراحت‌های آشنا هستم. اما در 24 ژانویه پنتاگون اعلام کرد 34 نفر از اعضای خدمات نظامی در نتیجه حملات ایران متحمل آسیب تروماتیک مغزی شدند. 4 روز بعد در 28 ژانویه گفتند نه، در واقع شمار مجروحان 50 نفر بوده. 2 روز بعد شمار مجروحان به 64 نفر رسید. جناب پومپئو، با پاسخ ساده بله یا خیر و با ارائه آمار جواب بدید. شمار آسیب دیدگان تروماتیک مغزی که رئیس جمهور با عنوان یک سردرد ساده دست کم گرفت چند نفره؟ شما میتونید به وزارت دفاع مراجعه کنید و تعداد دقیق تلفات رو دریافت کنید. خب من میتونم تعداد اونها رو به شما بدم. تعدادش 110 نفره و خوشبختانه بسیاری از اونها ترخیص شدن و به خدمت بازگشتن. ما شنیدیم که 30 نفر از اونها همچنان در بیمارستان ها بستری هستند. سازمان سیا کماندوی مخصوص رئیس جمهور آمریکاست و وقتی او دستور بده این سازمان هم پیاده میکنه. خبرهای چگونگی قتل سلیمانی رو در اخبار دنبال کردید و قطعا در ایران تظاهرات زیادی راه افتاده برای اثبات محکومیت این اقدام. تعداد زیادی از مردم خاورمیانه و خاور نزدیک توسط آمریکا به قتل رسیدن و کشته شدند، ولی ترور سلیمانی باعث تظاهرات زیادی شد، چون ژنرال سلیمانی در ایران یک قهرمانه. او در سوئیس، آلمان یا اتریش ناشناسه،
ولی در ایران همه اونو میشناسن، مثل آنجلا مرکل یا سارا واگنکنش در آلمان. شما باید خودتون رو به جای کشورهای دیگه بگذارید. سلیمانی در ایران بسیار معروفه. چرا؟ چون با سازمان تروریستی داعش مقابله کرد و جلوی آمریکایی‌ها ایستاد. او در عراق و سوریه خدمت کرد و ضربه های مهلکی به آمریکا زد. Im Irak gedient, er hat in Syrien gedient und er hat den Amerikaner empfindliche Niederlagen. قطعاً اون یک ژنرال و خیلی جنگیده. نه تنها او، بلکه افرادی که تحت فرمانش بودن هم آدم کشتن. کسی ادعا نمی‌کنه سلیمانی ضد جنگ بوده. به هر حال او یک ژنرال بوده. اما اینکه شما یک ژنرال کشور ثالث رو تروریست بدونید، این مسئله کاملاً جدیده. چون بعد از این میتونید هر کسی رو به عنوان تروریست معرفی کنید. من قاسم سلیمانی را یک بار تصادفی دیدم. ظاهرش شباهتی به فرمانده نیروهای چریکی نداشت. فردی پارازموده، مستعد، کاریزماتیک و با اعتماد به نفس بود. ژنرال توانایی که قدرت مدیریت نظامی عجیبی داشت. در یک کلام بسیار حرفه‌ای بود. قاسم سلیمانی به طور ویژه به تحولات عراق توجه می کرد و برایش مهم نبود چه کسی در بغداد حکمرانی می کند. مطمئن بود کسی نمی تواند کاری که صدام علیه ایران کرد انجام بدهد، یعنی ماهیت وجودی ایران را به خطر بیندازد. قاسم سلیمانی مسئولیت سیاست خارجی ایران را در عراق بر عهده داشت، ولی خودش را در معرض دید قرار نمی داد. رزمندگان شیعه به سرعت در عملیات‌های موفق پیشرفت کردند. کاملا مشخص بود این سلیمانی است که نقشه حمله ها را می‌کشد. خب این کار خیلی سخته، چون پیامدهای سریع این ترور دو مزیت راکوردی برای ایران داره. مزیت اول، فشار عراق علیه سربازان آمریکایی برای بیرون روندن و اخراج اون هاست، به این معنی که نفوذ ایران در عراق افزایش پیدا میکنه. دوم اینکه همپیمانان آمریکا از ایالات متحده فاصله میگیرن، ما رو ترک میکنن و به تنهایی بر منافعشون تکیه میکنن. مهمتر از همه انقلابی هایی رو در ایران میبینیم که قدرت مهم پشتیبانی مردم رو به دست میارن. پایبندی مردم به نظام ایران رو بیشتر از هر زمان دیگه میبینیم. بدون تصور هر گونه تلافی از سوی ایران، ما از چند جهت پیامد راهبردی ترور رو میبینیم که هنگام اتخاذ این تصمیم پیش بینی نشده. گمان میکنم این یکی از راههایی که ایران گفته یا نگفته میتونه تلافی کنه و شرایط سیاسی رو طوری در عراق ایجاد کنه که سربازان آمریکایی عراق رو ترک کنه. بحثایی وجود داره که آمریکا چه دستوری درباره خروج سربازان آمریکایی داده. اون هم از طریق نامه جنجالی که از فرمانده ارشد آمریکا در منطقه افشا شد. اما اگه ما سربازان آمریکایی را از عراق خارج کنیم، بعدش باید از سوریه هم خارج کنیم، چون سربازان حاضر در سوریه عمیقاً به اطلاعات و پشتیبانی های حضور نظامی آمریکا در عراق وابستند. در هر دو مورد قدرت ایران در عراق، سوریه و در منطقه بیشتر میشه. دقیقاً چیزی که ما نمیخواستیم اتفاق بیفته. رژیم ایران بزرگترین تهدید برای ایجاد ثبات در خاورمیانه است. ایران هنوز هم فعالیت‌های نظامی گسترده‌ای به طور مستقیم یا به کمک شبه نظامیان انجام می‌دهد که نه تنها آمریکا بلکه دوستان و شرکای ما را در سراسر منطقه تهدید می‌کنند. با وجود ادامه فعالیت‌های قدرت طلبانه ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه، واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست. ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای وین خواستار بازگشت مسئولانه ایرانی‌ها به جامعه جهانی است. دیپلمات‌های ما کار خودشان را انجام می‌دهند، ولی به نفع ایران نیست که با ماجراجویی نظامی فضا را آشفته کند. تا وقتی حمله احتمالی علیه منافع ایالات متحده مطرح باشد، هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نمی‌شود. ایران برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق خیلی تلاش می‌کند. ما می‌توانیم در عراق بمانیم. در این باره دو دولت آمریکا و عراق باید تصمیم بگیرند، نه کشور ثالثی مانند ایران. January 6th. The Iraqi parliament votes to expel
ششم ژانویه مجلس عراق به بیرون راندن نظامیان آمریکا رأی داد. این رأی‌گیری یک روز پس از مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی انجام شد و پیامی آشکار در پشتیبانی دولت عراق از ایران داشت. فرمانده آمریکایی اعلام کرد آمریکا عراق رو ترک میکنه، اما بعد ترامپ و کاخ سفید پیام دادن که مخالف اعلان قبلی هستند و عراق رو ترک نمیکنن. رئیس جمهور ترامپ با اعمال تحریم عراق رو تهدید کرد که کسی خروج نظامیان آمریکایی رو از خاک عراق پیگیری نکنه. نگاهی به این ویدیو بندازید. این ویدیویی که همین الان از بغداد مخابره شده. گزارشگرهای حاضر در صحنه این راهپیمایی رو به دریایی از مردم توصیف می‌کنند که کیلومترها ادامه داره. صدها هزار نفر راهپیمایی می‌کنند و این تظاهرات مسالمت‌آمیزه. این راهپیمایی راهپیمایی قدرتمند میلیونی نام گرفته. مردم فرا خوانده شدند تا آمریکا 5000 سربازش رو از خاک عراق بیرون ببره. ابتکار فراخوان برای تظاهرات از سوی رهبر شیعه عراقی یعنی مقتدی صدر بوده. سال گذشته درخواست خروج نظامیان آمریکا مطرح و بعد در مجلس عراق بررسی شد و حالا هم راهپیمایی بزرگ مردم این تصمیم رو تایید میکنه. Then from the parliament, and now this massive march.